وقتی میخوان نفس عمیق بکشن این کار رو به روش اشتباه انجام میدن. تو این ویدیو میخوایم روش صحیح تنفس عمیق شکمی رو که خیلی فواید زیادی داره رو با هم یاد بگیریم. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه. میخوام یه چیز خیلی 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 مهمی رو بهتون یاد بدم و اون نحوه درست تنفس شکمی هست. اول ازتون میخوام یه کار انجام بدین. همین الان بدون اینکه خودتون کنترلی داشته باشین، همون حالت عادی که همیشه نفس عمیق میکشین، یه نفس عمیق بکشین. خب، یکی دیگه. حالا به این توجه بکن که موقعی که دارین تنفس عمیق رو انجام میدی، آیا شکمت حرکت میکنه و به سمت جلو و عقب میره، یا اینکه قفسه سینه و شونات هستن که به سمت بالا و بیرون حرکت میکنن؟ به احتمال زیاد حالت دوم. باید بدونی که این شکل تنفس متاسفانه اشتباه هستش. ببینین، ما بین فضای قفسه سینه که ریه‌ها توش قرار دارن و فضای داخل شکم که دستگاه گوارشی داخلش قرار داره، یک عضله‌ای داریم به اسم دیافراگم که این دو فضا رو از همدیگه جدا میکنه. حالا زمانی که ما میخوایم نفس عمیق بکشیم و به اشتباه سینه و شونه ها رو بالا میاریم، این عضله دیافراگم به سمت بالا کشیده میشه و برعکس این فضای قفسه سینه رو محدود میکنه. یعنی ما میخوایم نفس عمیق بکشیم ولی داریم این فضای ریه‌ها رو محدودتر میکنیم. و برعکس، زمانی که شکم جلو و عقب میره، این عضله دیافراگم به سمت پایین کشیده میشه، بنابراین ریه‌ها در واقع فضای بیشتری برای باز شدن دارن. شما کافیه که به نفس کشیدن بچه‌ها توجه بکنید. نوزادا و بچه‌ها تا یک سنی همه تنفس شکمی دارن، اما از یک سنی به بعد به خاطر اینکه بابت یک سری رفتارهای اشتباه، مثلا طرز اشتباه نشستن و یک سری فعالیت‌هایی که به اون سیستم طبیعی بدنمون آسیب میزنه، به خاطر اون حالت تنفس هم خود به خود تغییر میکنه. اما خوشبختانه چیزیه که با تمرین میتونیم دوباره خودمون رو عادت بدیم. حالا ازت میخوام که این تمرین رو با هم دیگه انجام بدیم. توی حالت نشسته یا دراز کشیده میتونین انجام بدین. اوایل یکم اگه کنترلش براتون سخت باشه، توی حالت دراز کشیده معمولا راحت تره و اگه خواستی میتونین اون شکل شروع بکنین. اینجوری تصور بکنین که یک بادکنکی داخل شکم قرار داره و ما با هر دم میخوایم این رو کامل باد بکنیم و با هر بازم خالی بشه. خودم نفس کم آوردم. و اینکه حواستون باشه که شونه ها و سینه تکون نخوره. اگه تو حالت دراز کشیده بخواین انجامش بدین، میتونی به این حالت قرار بگیرین و یک دست روی قفسه سینه، یک دست رو روی شکم بذارین تا اون کنترل رو داشته باشین و خودتون متوجه بشین که دارین درست انجام میدین یا نه. و با یک دم عمیق، همونطوری که گفتم، شکم رو باد بکنید و نیازی به حبس نداره، یعنی دم رو حبس نمی کنیم. بعد از اینکه کامل دم رو انجام دادیم و شکم رو بالا آوردین، بعد از اون باز به آرومی باز دم رو انجام میدیم و شکم رو کاملا می کشیم تو. تو این ویدیو هم بهتر میتونیم متوجه بشین که چطور شکم داره حرکت میکنه ولی قفسه سینه ثابته. در حالت نشستم همین کار رو میتونین انجام بدین و هیچ تفاوتی نداره. و اما فواید فوق‌العاده این تکنیک تنفس، اولیش که گفتیم باعث میشه اکسیژن رسانی به تمام سلول‌های بدن به شکل مؤثرتر و بهتری صورت بگیره. مورد دوم این که باعث کاهش میزان هورمون کورتیزول میشه که هورمون استرس هستش در بدن، و یک حالت آرامش و ریلکسیشن رو در واقع براتون ایجاد میکنه. مورد سوم این که یک حالت ماساژ برای احشای شکمی داره و میتونه باعث کاهش علائمی مثل نفخ، یبوست اینها بشه و حتی برطرفشون بکنه. مورد چهارم بیشتر در مورد اون حالتی هستش که نشسته انجام بدین، چون توی حالت نشسته باید ستون فقرات رو کاملا صاف نگه دارین. این به مرور زمان و با تکرار باعث میشه که حالت و قامت ایستادن و نشستنتون تغییر بکنه و به مرور زمان به اون حالت استاندارد نزدیک تر بشه. مورد پنجم این که میتونه باعث کاهش فشار خون بشه. و مورد ششم این که نشون داده شده حتی میتونه میزان تمرکز ما رو افزایش بده.
همین، به همین سادگی. و باورتون نمیشه که یک تمرین به همین سادگی و در واقع تنفسی که داریم هر لحظه انجامش میدیم چقدر میتونه روی سلامتی مؤثر باشه. برای اینکه یادتون بمونه هر روز حداقل یک نوبت انجامش بدین، بذاریم برای همون لحظه بیدار شدن. صبح که از خواب بیدار شدین، باز یا تو همون حالت دراز کشه یا بلند شین و بشینین و حداقل 20 بار این تمرین رو انجام بدین. 20 بار تنفس‌های عمیق شکمی رو انجام بدین. خیلی اول صبح اصلا حتی انرژی زیادی بهتون میده، چون دارین اکسیژن خیلی زیادی رو به بدن میرسونین. هر سوالی در این مورد داشتین حتما توی کامنت ها ازم بپرسین، جواب میدم همه رو. و اینکه امیدوارم حتما وقت بذارین امتحانش بکنین. میگم واقعا باورتون نمیشه که یک چیز به این سادگی چقدر میتونه مؤثر باشه. مثل همیشه مرسی از حمایت و انرژی مثبتتون. و این ویدیو رو هم برای کسایی که، برای همه، برای هر کسی که میشناسین بفرستین، چون واقعا همه میتونن استفاده بکنن. و خیلی ممنون از همراهیتون. توی ویدیو بعدی میبینمتون.